خدا حبیب 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 خوشه بابا، خوشه ساعت 7 صبح، بلند شو بریم. نه کن پری جون، قربونت برم پپرم ایرم که همهش خواب پری جونشی میره. خوشه حبیب جون، خوشه دیر شو، بلند شو. پری جون، شریک عمرم، پروانه من، پپرم من. پس پان نمیشی، نه؟ حالا یه پپری نشونت بدم که به پر پر بیافتی. حالا میبینی پپر، پپر. چرا همه سوری برده موتوری میکنی؟ ای زهر مار خوشو لنگ زار لنگ راست، بلند شو بلند شو، خودتو باد بده میخوایی بری حبیب تو هم بلند شو چرا نه میزنی؟ همینطوری یواش اون بلند شو، من بلند شم، من که دیشم با تو اصلا نخوابیدم، همینطوری بیدار بودم ببینم من اصلا تو خواب گرناس میکشم یا نه، بیدین که اصلا نازم گرناس هم نگشیدم. اصلا شدم بیخوابیه اینا همه ها. منصور بجان صابونه رو حاضر کن، داره دیر میشه، زودتر صابونه تون رو بخورین، بنده باید برم قصابی گوشه هم. منصور من دستم برده یه لقمه زنه، من اون کنه بابا سیاه بود، مو این که خود بابات هم سیاه بود، ولی خب اسم خلاف سیاه بود، من گشتی گیدم میمیدم. دب کن دب کن دنه تو واکو میدم، واکو واکو گاز نگیری. آه خوب برد همینه که گفتم، فقط 15 روز، 15 روز مهلت دارید، یا باید تمام بدهکاریاتونو به من بدین یا اینکه خونه هاتونو به من واگذار کنین، وگرنه به وسیله قانون حکم تخلیه میگیرم. اینم همتون بدونید که من تمام اینجا رو خریدم، چون که میخوام آپارتمان سازی کنم. فقط این چند تا خونه قدیمی شماست که باقی مونده، البته فعلا، چون همه تون بده کارین و این منازل گروه منه، اونم گروه مشروط، مشروط به این که یا ظرف 6 ماه خونه ها رو خراب کنین و اونا رو از نو بسازین، یا اینکه یک برابر و نیم پول منو به من پس بدین. باز که بهتون گفتم 15 روز دیگه بیشتر نمون، حالا دیگه خود دارین. ولی آقای کیوانی این ظلمه، شما میفرمایین مردم زن و بچه‌شون رو کجا ببرن؟ من چه میدونم آقا قدرت الله خان، روزی که اومدین و به عنوان نوسازی منزلاتون هر کدوم کلی از شرکت ما وام گرفتین، می‌خواستین فکر امروزتونم بکنین. بله همینطوره. نفهمیدم چیه؟ چی شده؟ چه خبر می‌دونم؟ ببینین آقا چی داره میگه؟ من دیگه وقت ندارم به پرت و پلاهای شما گوش بدم. با وکیلم آقای مجذوب صحبت کنم. مگه شهر هر که هر کی هر کاری دلش میخواد بکنه، ما خونه ها رو نمیکنیم، برید چیکار کنیم؟ آخه انصافم خوب چیزیه، بالاخره تکلیف ما چی میشه؟ آقایون ساکت، آقایون ساکت باشین، توجه کنید، ساکت باشین، توجه کنید، خواهش میکنم ساکت باشید، ساکت باشید، ساکت باشید. این مردمی که شما میبینی هر کدوم سوالات این محل زندگی کردن، حالا واسه چندر قاس بده کاری یا خونه هاشونو دو دستی تحویل آقای کیوان بدن. راست میگه دیگه. بسیار خوب آقای محسن خان. خب که چی؟ حضرت عالی کارمند آقای کیوانی، ازش حقوق میگیری، اون وقت مردم علیش تحریک میکنی. خیلی خوب باشه، یا آشی واسه بفردم یه وجب رو. آره بابا، آره بابا، چیکار داشتی بی خودی دخالت کردی؟ میخوای مجذوب بره پیش کیوان واسه سوسه بیا؟ از این بابت خیالت راحت باشه، کیوان نمیتونه منم محسن رو بیرون کنه. آره راست میگه، طرف پارتش کلافته، دختر آقای کیوان پشتشه. آره اما اگه دیر بریم از توقعمون کت میکنن و را بیا ساعت 8:30. اومدم خدا بله آقای حسین، بله پدرم هستم، میخواییم باشون صحبت کنیم؟ گوشی خدمتون. بله صحبت کنیم. برای چی هر روز یه شاخه گل واسه من میاری؟ گل واره گله. تو خوب بلدی با دخترها چجوری حرف بزنی؟ اختیار داری پری خانم، بالاخره هرچی باشه ما کار کشته ایم.
ولی تو اونجایی که من میدونم تو تاله با هیچ دختری آشنا نبودی. خب آخه من همیشه نصف را بیشتر نمیرفتم، زود برمیگشتم. یعنی چی؟ یعنی این که من همیشه میخواستم ولی اونا نمیخواستن. من نصف راه خودم رو میرفتم ولی اونا قدم و قدم بر نمیداشتم. جون شما بالا. جون لایک قربون خنده هات برم. چی گفتی؟ هیچی، با خودم بودم. گوش کن حبیب، اگه پدرم بیاد بیرون و تو رو ببینه خیلی عصبانی میشه. بهتر نیست بری سر کارت؟ اولا این سر که نه در راه عزیزم بود واسه کل دار خوبه، قربونت برم. ثانیان بابات اومد که اومد، عصبانی شد که شد، خیال میکنی مثلا چیکار میتونه بکنه؟ نه مثلا چیکار میکنه؟ نه مثلا چیکار میتونه بکنه؟ ها؟ اصلا ببینم تو تاره هیچ فکر کردی بابا چند مرده حلاجه؟ اصلا واسه چی شرکت علم کرده؟ پس بذار من واسه بگم تا کسی کاملا روشنت کنم. آخه بابا جون این بابا نیست که تو داری، این بلاست، بلا بلاست، بلا بلاست. آخه این ناچس چی از جونتو میخواد؟ چرا گروش این گام نمی کنه بره؟ حیفه تو نیست که یه همچی بابای ناچسی داری؟ حیفه؟ این پدر بی پدر تو از اون هفت خطای روزگاره. چه شطور چیزی تو چه؟ نه طوری نشده. خب الحمدلله عزم فهمیدی عزیزم، این پدر گردن کلفت و حق باز تو چته؟ تو چرا بود هی قمیش میای؟ نکنه بازم پدر بی پدرت بهت یاد داده که چی داشتم میگفتم؟ ها الان داشتم عرض میکردم که واقعا پدرتون چه مرد نازنینیه. چاچا خیلی خوب بس دیگه آقای حبیب الله خان، سفر رو برگردونین. سفر؟ کدوم سفر؟ قربان شما اینجایین، من داشتم از خوبیاتون با دخترتون حرف میزنم مگه نه؟ گفتم بس دیگه، بیا تو اتاق من. تو اتاق؟ بفرما، حالا شما هی بخند، هی بگی شما بخند. بخند دیدی چه خاکی تو سرم شد؟ بالاخره این زبون سرخ سر ما رو به باد میده. اومدی؟ اومده قربان تو رام. با اجازش مرمت خدایا با امید تو سا. سلامت شد قربان. قربان قربان تو هیچ میدونی تو این شرکت چی کاره ای؟ بله قربان. نیشه تو ببند. شش قربان، بنده آبدار باشی این شرکتم، زمنان خودم هم چای میارم میخورم و خودم هم میبرم. آفرین. خب بگو ببینم چقدر حقوق میگیری؟ 500 قربان، البته درآمدم دارم. گفتم نیشه تو ببند. شش درآمدم دارم. داره؟ داره. بعضی از کارمندا بهت انعام میدن، کمکت میکنن. درست قربان، همه دوستم دارن. نیشه تو ببند. خب ببینم تو با این وضعیت به چه جرعتی دور بر دختر من میپلکی ها؟ میدونی چه فاصله عمیقی بین شما دو نفر وجود داره؟ اصلا تا حالا خودتو تو آینه نگاه کردی؟ سرپوزتو دیدی؟ از همه اینا گذشته هیچ تا الان از خودش پرسیدی که اصلا رغبت داره با تو حرف بزنه یا نه؟ اتفاقا قربان نیشه تو ببند. به هر حال خوب حواستو جمع کن، اگه یه دفعه دیگه ببینم بی جهت تو اتاق دخترم آفتابی شدی فوراً عذرتو میخوام. ولی قربان شد؟ ولی گوش کنین قربان نیشه تو ببند. من که باها نکردم. خیلی خوب، منظورم اینه دیگه نمیخوام چیزی بشنوم. مرخصی. چشم قربان. گل سوخ زده شدی، نکنه بابام بهت پاداشی چیزی داده یا حقوقتو زیاد کرده ها؟ آره از کارم خیلی راضی بود. معلومه که بهتر از تو میتونه کارشو انجام بده. آره پدرت هم همینه میگفت، میگی نه از خودش بپرس. تو که هنوز اینجایی پسر؟ قربان دارم دنبال اسکاخالی میکردم. اسکاخالی؟ اسکاخالی اینجا بود؟ استکان؟ اسکاخالی نهدی شما اینجا دو سه اسکاخالی بودا. چی برش داشت؟ پدر تو خیلی با اون بد رفتاری میکنی، آخه چرا؟ تو سرت به کار خودت باشه. ولی اون جوون خوشقلبیه، خیلی مهربونه. گوش کن دختر، برای همیشه بهت میگم من اجازه نمیدم تو با هر بی سر و پای جرم بگیری. تو نامزد پسر عمود تیموری،
باید رفتار طوری باشه که لیاقت اونو داشته باشی. شما اشتباه میکنین آقا جان. نامزد من دختر خیلی خوبیه. اتفاقا جنوبالی اشتباه میکنی. خیلی خوب، تمومش کن دختر. آقای مجذوبو برام بگیر. الو آقای مجذوب، گوشی خدمتون، با پدرم صحبت کنید. صحبت کنید. گوش کن آقای مجذوب، خودت که امروز بودی و دیدی، من تا 15 روز دیگه خونه ها رو تصاحب میکنم، بلافاصله باید کلنگ بزنم. پس این 5 میلیون تومان وامی که قرار بود از بانک برای من بگیری چی شد؟ من پول لازم دارم. ها بالاخره چی کار کردی؟ شما نگران نباشید حضرت آقای کیوان، بنده با مقامات ذی‌صلاح بانک مذاکره کردم، جواب قطعی رو روز یک شنبه به ما خواهند داد. تازه جواب قطعی میدن؟ اگه جوابشون منفی بود چی؟ محاله، محاله. چرا با آقای کیوان محاله؟ ببینیم و تعریف کنیم. خداحافظ. آخرش میترسم این مجذوب دست و بال ما رو تو حنا بگذاره. بی خود به قولش اطمینان کردم. من که خیال میکنم بانک 100% موافقت کنه. اونا از خدا میخوان برای همچین طرحی مثل آپارتمان سازی وام بدن. آره، ولی به شرطی که توش اما و اگه نداشته باشه. فقط شرطش اینه. اگه بانک خدایی نکرده قبول نکنه و وامو به من نده، تمام سرمایه‌ام از دستم میره. منم آدمی میشم مثل این حبیب. محسن آقا، تلفن حساب داری کار نمیکنه، یه نگاهی بهش بکن. خیلی خوب، باشه، الان میرم. انقدر خودتو نخور پسر، بذار هرچی که دلشون میخواد بگن، بالاخره ما یه خدایی داریم. آره نه تو بدم. آره راست میگی، ما هم یه خدایی داریم، ولی میترسم یادش رفته باشه که اونم بنده ای مثل ما داره. انگار داری با خودت حرف میزنی حبیب، نکنه زده به کلت. تعجبم نداره، آدم تو این دنیا چیزایی میبینه که دیگه دلم نمیخواد از اون جریان حرفی بزنی. باشه، حالا که تو میخوای باش، پس بخند. یالا بخند، بخند، میخوام دندوناتو ببینم. آخه خندم نمیاد. با قلقلک چطوری؟ من جمع نکنم. آخه من قلقلک چیم؟ دوشگانه حبیب، میخوام یه چیزی بهت بگم، ناراحت که نمیشی؟ اختیار داری، تو اگه سر منم بشکنی ناراحت نمیشم. ببینم، تو چرا یه دفعه لباس قشنگ برای خودت نمیخری؟ یه لباس شیک. لباس شیک؟ آره، مگه تو چته؟ مجبور نیستی از اون گرون قیمتاشو بخری، متوسط برای قشنگشو تهیه کن. امروز سر و وضع برای آدم خیلی مهمه، حتما میتونی دست دوم یا فقط یه کت بخری. اما آخه سر پوز منم زیاد بد نیست؟ آره، ولی من تو وقتی یادم همیشه همین لباس تنت بوده، یه لباس شوخ و شنگ بپوش، لباس اسپورت. خیتا، خیتا، باباش دارم یا خیتا، باباش دارم. خدا بیسی، یه دقیقه سب کن. تو از پدرت میترسی؟ یه دلت نمیخواد با من ببینیت؟ هیچ کدوم، فقط نمیخوام به تو حرفی بزنی که ناراحت بشی. خدا بیسی. خدا کجا بودی اینطور با عجله برگشت؟ دستشویی. چرا عزیزم به من دروغ میگی؟ من دیدم چه از طلوی حبیب اومدی. گوش کن پری، تو دختر رئیس این شرکتی، نامزد منم هستی. فکر میکنی صحیحه با اون پسر اینجور خودمونی رفتار بکنیم؟ ببین تیمور، اقلا تا حالا من 100 دفعه برای تو و بابام گفتم، من از حبیب برای اینکه خیلی ساده و رو راسته خوشم میاد، فقط همین. میدونم عزیزم که تو منو دوست داری، همونطور که منم تو رو دوست دارم. ما مال هم دیگه هستیم، به زودی عروسی میکنیم، مگه نه؟ تو خدا چی بخواد؟ معلومه که خدا میخواد. بذار ساختمونا که ساخته شد و فروخته شد، با چند میلیون استفادهی که میبریم میتونیم بهترین عروسیای دنیا رو راه بندازیم.
البته من چشمم دنبال ثروت عموم نیست، منظورم اینه که منظورت بدگویی از حبیبه، بگو. به جون خودت، این دیگه درست همونیه که میخوای. من 30 ساله این کارا هم مشتری که از در میاد تو میدونم چی میخواد. انگار اصلا این کتو واسه شما پروف کردن و دوختن. آخه داداش بذار اول بپوشم ببینم اندازم هست یا نه. نیست، وقتی من میگم خوبه خوبه. بابا بذار بپوشم ببینم. خیلی خوب بپوش. به به، من بمیرم این کت اولش مال خودت نبوده. چقدر اندازته. انگاری آستینش خود بلنده. مده جون شما مده. گوشاریشی، اونم مده؟ آره جونم، اونم مده روزه. نه جونم، بیا داداش، این مده روز مال خودت، همون اولی رو برد بیار. رو چشم، من که از اول گفتم اولی بهتره. تو که گفتی اولی بهتره؟ خب حالا میگم. روز روشن داره میذاره تو دهنه آدم. ای بابا. خب حالا اینو بپوش. زیباره نیم داری، رایده. به به، مبارکتون باشه، عجب کتی. قیمت سنده؟ ما که با شما این حرفا رو نداریم، اصلا قابلی نداره. مبلغ رو بگو. شما 400 تومن بده. چی؟ 400 تومن یک کت دست سوم؟ گوش کن ببین چه میگم، 100 چوق بیشتر نمیدم. نمیخوای مال خدا؟ من که از تو پول نخواستم. خیرشو ببینی، صدی رو رد کن. حالت درست شد. بیا اینم سچو. خدا برکت بده. شیشت خدا بسرم. خوش اومدی. همون کتیه که تو میخواستی، اسپورت چارخونه. نگاه کن دکمهاشو ببین. آره خیلی عالیه، اما آخه چی خوب نیست؟ چرا منظورم اینه که رنگش هرچند اونم عالیه، مبارکت باشه. تنکی خوشم اومد که خوشت اومد. راستی یه چیز دیگه، یه بلیت ممتازم خریدم، 57.0 جایزه اولش. اینا چشتی آفری. چرا این نونه رو خریدی؟ خیلی ممکنه یه همچی بلیتی برنده بشی. 5-0 بعدش هم 22. وای والا موقع خریدم به نمرش نگاه نکردم. توکل تو الله خریدم. عیب نداره، من 5 تا از همین بلیتو خریدم. راست میگی، و خدا کنه تو برنده بشی. هرچند فرقی نمی کنه، مگه نه؟ آره راستی محسن داشت دنبالت میگشت. دنبال من؟ ای داد بیداد، قرار بود با هم دیگه بریم قهوه خونه قدرت خان، میخواست مریم رو ببینه. خیلی خوب، محسن بلیتت باش. حتما، دستم روشه. بابا داره میاد. بابا چی؟ قربان استخان خالی اینجا. سلام علیکم، من میشم بستم. آخه پسر تو چقدر خنگی، اینم بلیت تو خریدی؟ و اتوبوس دو طبقه هست بلیت دیگه. تو رو خدا نگاه کنیم، صف 2-2. اوخ هیچ دیوونه ای هم چی بلیت میگه. آره حبیب دیوونه. من کی گفته شما بلیتو نگاه کنی؟ الان یه چه قایمش میکنم که دیگه چه هیچ نامحرمی بهش نیفته. آره تو ببین برنده توی قایمش کن. آقا اون دیگه بالاخره نمیدونم تکلیف ما با کیوان چی میشه. یه هفته بیشتر مولد باقی نمونده، حتما خونه ها رو از چنگمون در میاره. نه آقا قدرت، اون نمیتونه این کارو بکنه. کجایی خری؟ کیوان میخواد اجرایه سرر کنه. بسن خب بذار بکنه، ما هم که چوب نیستیم جراش وای میستیم. بس قدرت، سیست چای دشتمه بده دم بخچه. بازه 1000 رای قانونی هم داره آقا قدرت. حالا من که نمیدونم چی بگم.
راستش منم دلم شور میزنه، دلم نمیخواد خونمون از دست بدی. خاطره جمع باشه، اگه شده من جونم رو روی کار بذارم جلوی که ایوانو میگیرم. آخه ما میخوام تو اون خونه پشت، مگه نه؟ ای خدا اگه این بلیط من برنده بشه تمام بدهی اهل محل رو میدم، واسه تو و محسنم عروسی میگیرم، اون وقت خودم هم با پپرجونم. آره من که باور نمی کنم. من به تو قول میدم، من به همه قول میدم، قول مردونه میدم، اگه بلیط من برنده شد بده یه همه اهل محل رو میدم. مریم اومدم بابا، اومدم. حالا چی نشستی؟ والا نمیدونم، میخوام با بر بچه ها بریم بیرون. خوش بگذاریم. مریم بله اومدم بابا، که من خوشتی. ای خدا من سلامتی فرفرم، فرفر مامانم، هرکی هم چشنی هم نبیلی تو من ببینی بکشا پشتی بیشی که بیلی تو کاری نداره، چرا کاتی پاتی بیکنی پسر جو بگی بیشی برای این کاتی کرده که بلاخره مخلوط بشه. نفهمیدم به من یکی زیاد میگی ما گیرفتی جانم که حالی تو جانی بابا به مردم شاره و نمیدونی جورش داره در میره. ببین حبی میام، من میخوام وایسم، میخوام ببینم کی باید با پپر من. اینی که پپر من، پپر من پیشین بابا. باباش اینه ده با سرسه تازه عاشق پسرم بودم. از تو چی چی میگی آقا؟ خور خونجی پپر، پپر واسه من نمیره. اگه دوستم نداشتم گفتم سروندم رو دروش کنم. پیش 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 بعد زشته که تری داری. اما من باید سنگم با کیوان وابکنم، منو کنف میکنه. آره ای داده چقدر داد میزنی، سرمون رفت، کوتاش کن دیگه. من میگه کوتاش مرگ باش، پیش پیش بیشم تو موقع دار نمیدم حالا بود نه خیرات تو دعوا چقیش خیره؟ اینشی به روزگار من آورده. از خاطرن سیما چی شد؟ ای قرآن هم از خوابی ها چطوری خوش گله؟ خفه شو چش برنده شد، برنده شد، 5 میلیون تومن دلی لخ 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 دلی لخ 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 نگاه نگاه چون نگاه چون دلی لخ 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 چی برنده شده؟ لخ 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 چی برنده شده؟ حبیب آقا 5 میلیون تومن برده، مگه شما خبر نداری؟ لخ 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 من براتون میخونم شماره برنده تنها بلیط ممتاز تعیین گردید. 0-0-0-0-2-2-2 ای خدا آقا من چرا امروز اینجوری شدم؟ ای میگم بابا جون کمتر بخور، ای میره بالا به سلامتی پپرم اینقدر به سلامتی خورد تا خودش به ناسلامتی رو جار شد. این چاره بدبخت. حالا بیا، حالا بیا از این خاک کشیدی هم بخور، خیلی خون چیزی ها. وای خدا سرم. آخ تو چه ته؟ تو بیا، بیا از این خاک کشیدی یخمال بخور، حالت جا بیا. این خاک کشیدی یک کتاب بخوری فهمت منم بالا. بابا بابا کنار فهمت داره بالا ایچ بیری همه نار میکنن من رو باشه اینقدر یخ اومدیدم تو این خاکشی. حالا که نمیخوری خودم میکنم. حبیب حبیب برنش بابا برنش دیر شده برنش بری باشه. او خدا مولد او خیب حبیب من دارم میخورم اگه نخوری از چنگ رفتا
خب شروع کنم بخورم مارد بشه. مسو کات من کجا هست؟ من چه میدونم همون جاست دیگه. ده نیه که بس کار کجا پلنم هستم. چه خبرته بابا؟ مگه سقف تو با بوق همون برداشتن؟ آی خدا آقا کاتم نی دیشب که تنت بود پسر. نکنه جا گذاشته باشی با بازم دست گور به عبدالی آره را بیاخت بریم بابا. ای بچه بابا به مردم چی کار داره؟ را تا بگی برو برنده شده؟ آره آب حالا چقدر برنده شده؟ ۵ میلیون تومن وای خدا جون مذب دارم منو بگیر همین کنی بگیرش بگیرش یعنی در آخرین جلسه هیئت مدیره موضوع 5 میلیون وام رو بکنه. من هستو نیستم و از دست میدم. میفهمی؟ صدای منو میشنوی؟ بله قربان میشنوم. و باید بگم متاسفانه دیگه کاری از دست ما بر نمیاد. چی داری میگی بیشور؟ مگه خودت نمیدونی من کلی رو اون زمینه سرمایه گذاری کردم. اگه تا چند روز دیگه ساختمونا رو شروع نکنم تمام زحماتم از بین میره. دیگه نمیتونم از پس صاحبان اون خونه های قدیمی بر بیام. اونا منو عاجزم میکنن. چی؟ من این حرفا سرم نمیشه. باید یه کاری بکنی. فهمیدی؟ یه کاری. بله قربان بله. نه خیر قربان نفهمیدم. با اجازه. الو. من گوشی رو گذاشت. نفهمیدم. بانک با 5 میلیون وام مخالفت کرده. مگه هم چیزی ممکنه؟ بله چه ممکنه؟ حالا چه ممکن شده؟ یعنی ممکنه؟ خدایا چی میبینم؟ یعنی این همون نمره بلیت حبیبه؟ آره خودشه. 5 تا 0 و 22. خودجون پدر! بلیت برنده این ممتاز نگاه کن. 0 0 0 0 0 22. میبینی پدر؟ خب به من چه؟ آخه مگه جریانو نمیدونی؟ این همون بلیتیه که حبیب خریده بود. حبیب خودمون. حالا از
کجا معلومه کت اینجا گذاشتی؟ برات که گفت قربون شکلت برم جا نذاشته داده دست یه نفر تو اونو میشناسی؟ کارگرت نیست، گارسونت نیست. نه بابا، اگه به کارگرا داده بود میآوردم میسپردم دست من. خدای من. راستی اینه. نه بابا، میخوام بگم شما باید خسارت دیشب منو بده، یعنی شکایت می‌کنی. آره بابا، بابا پدر مادر تو بابا جان، تو کتو پیدا کن، ما جای خسارت بهت تو اون میدیم آبجی. کت به من چه گام شده؟ من خسارت خودمو میخوام. بابا دیگه خسارت میخوام. گوشتون ببین چی میگم. تو هم اگه مشتری خودت نمیشناسی دیشب کیا اینجا بودن؟ شاید من کتمو دادم دست یکم مشتری. باشه یه کاتی خوردم از خسارت من بگو. خسارت خسارت. بابا سلام، خوشگلا. سلام. راجب اون کتی چاکونه هست. آره 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 میفهمی؟ 5 میلیون تو باید با اون جرم بگیری. چطوریشو نمیدونم، ولی هر طوری شده باید قاپشو بدوستی. باید اون 5 میلیون رو از چنگش در بیاری. ضمناً اون تو رو دوست داره عزیزم، عاشقته. تو چی؟ خب معلومه، منم تو رو دوست دارم. این ربطی به این کار نداره. ما میخواییم از اینکه حبیب تو رو دوست داره استفاده کنیم. بهتره بگین سو استفاده. این مزخرفات رو بنداز دور. تو که خودت میدونی بانک با وام ما مخالفت کردی. اگه این پول به دست من نرسه از هستی ساقط میشم. درست فکر کن عزیزم، 5 میلیون پول بی زبون. به پدرت کمک کن، تو میدونی منو نجات بدی. با حبیب گرم بگیر، قاطی شو، امیدوارش کن. دیگه دلم داره آشوب میشه. من از تو میخوام که این کارو بکنی. گوش کن عزیزم، ما که نمیخوایم پول اونو بخوریم، میخوایم ازش قرض بگیریم، حتی ممکنه با خودمون شریکش کنیم. خیلی خوب، بگی من چی کار باید بکنم؟ چی کار کنم که پول اون آدم ساده رو از چنگش درارم؟ دیگه خودت میدونی، یه مهمونی بزرگ ترتیب بده، دعوتش کن، باهاش برقص. برای به دست آوردن اون پول هر کاری دلت خواست بکن. دیگه چهار کردی احمد؟ حالا من چطوری رو صحنه برم؟ چجوری آواز بخونم؟ حواست کجا؟ بعد دلی چی هستی مراد خان؟ حالا نوبت شمار کرده. خیلی خوب، بیا پایین، درش بیار. این کدومه؟ این چه مردش؟ نوت باشی که در بیار، حالا شده دیگه. حالا اینو بپرش، گفت باش قشنگم بهت بیاد. برو شکرت خدا، آخ خدا، واخ خدا. راستی، اما منصور چه خبر؟ باتری واسه اونه هاش، اونه هاش. منصور! 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 سلام، 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 سلام
صبح از دولا که به خیر گذاشتی تو ببینی من دیشب تا صبح نخوابیدم یه خود جیر میام کاری دست خودم میدم آخه خیلی 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 سلام علیکم. سلام. تو هم جریان فهمیدی؟ اصلا چیزی مهمی نبوده که به این زودی آزادتون کردن، درسته؟ آره آره، اصلا چیزی نبود، عوضی گرفته بودن. آره حدس میزدم. من اومدم که اگه خدمتی از دستم برمیاد برات انجام بدم. تو برای من؟ معلومه. حالا چرا اونجا وایسادی؟ نمیخوای سوارشی؟ چرا که نمیخوام سوارشم؟ دوتا پا دارم، دوتا قرض دارم بفرمون. خوش وقتم. نه نگاش کن، سوار ماشین شده از من دوفره بود، پول شد نمخه ها. خاک بر سرت من، نصف تو چاکم. من جایزه بزرگا بردا. نگفتی یکی دو روز کجا بودی؟ دلیل برام تنگ نشده بود؟ آخه میدونی جریان بلیط پیش اومد، گفتم که جایزه بزرگا بردم. من که خیلی دلم برای تنگ شده بود، اصلا نگران بودم. تو رو خدا راست میگی. ببینم پری، اون بلیطی که نشونت دادم یادته؟ من از تو خوشم میاد، جایزش خیلی بزرگه. دلم میخواد هیچ وقت ازم جدا نشم. برنده شدم، دوستت دارم. برنده شدم، دوستت دارم. جایزه ممتاز بردم، عاشقتم. ای بابا خیلی پوله. تو راجب چی حرف میزنی؟ پول پول. بهتره بریم یه جای دیگه بشین راجب عشق حرف بزنیم. بازم بگو راجب عشق، بگو راجب عشق. خب گفتی بلیتت برنده شده. آره گوش کن پری، بذار واسه بگم چقدر دوستت دارم. گفتی چقدر بردی؟ 5 میلیون. 5 میلیون؟ ببین پری، دلم میخواد این قلبمو بشکافم و ورق بزنم. میخوای با این پول چیکار کنی؟ چه میدونم، میخوام قلبمو مثل یه کتاب باز بکنم و صفحه به صفحهشو. پولی تو باید توی راه صحیح به کار بندازی. خوب شد یادم افتاد، چقدر فراموش کردم. امشب جشن تولدمه، یه جشن بزرگ گرفتم. تو هم از طرف من و پدرم دعوت داری بیای. من بیام خونه شما تنها ای؟ آره عزیزم، یادت نره. تو منتظرتم. ولی آخه من یعنی میشه؟ یادت رفته کیوان چه رفتاری با تو داشت؟ چه جوری کنفتت میکرد؟ حالا دعوتت کرده خونش؟ یخ! تو نباید به مهمونی بری. آخه چرا؟ واسه اینکه نمیخوای لباسات بپوشم؟ نه خیر، برای اینکه حتما یه کلکی تو کارشونه. بوی پول دیوونهشون کرده. فعلا که پولی در بساط نی. اصلا خود بلیط کجا؟ اونا که از این موضوع خبر ندارن. پس این احمق کجاست؟ اچه خاکی به سرم بکنم؟ به دوست عزیزم، خیلی خیلی خوش آمدی، خونه ما رو روشن کردی. چکرم. سلام از منه. چاکر بودن از بندرت، قدمت روی چشم. بیا جان، بیا میخوام به همه مهمونا معرفی بکنم. بیا خانم ها و آقایون، ساکت، خواهش میکنم ساکت باشید. میخوام یکی از بهترین دوستانمو بهتون معرفی بکنم. چکرشم. یعنی کسی که حتی از بچه خودم هم بیشتر دوست دارم. حبیب عزیز، حبیب خوب، حبیب آقا، حبیب با محبت. بابا چرا ساکتین؟ دست بزنید. حالا دست بزنید. موزیک. واقعا خوشم. واسه چرا موچ میکنم؟ اینا به خاطر توست. تشکر. تشکر. این بوده کنم. تشکر. تشکر. دخترم؟ نه. سلام. میگم موفه.
حالا ما میریم یهو جلومونو نگیرم. اینجور مهمونی ها کسی به کسی نیست. بیا سلام خانم قربونتون برم. باشه قربون اونم میرم. باید هر طوری شده پیداش کنیم و یه جوری جریان رو بهش بدیم. حالا چه جوری پیداش کنیم؟ یه جوری پیداش میکنیم. کسی ما رو نبینه. بیا حالا رو بگم. گوش کن دخترم، امشب این مهمون عزیزو دست تو میسپارم. دلم میخواد کاری کنی که بهش خیلی خوش بگذره. از لطفتون ممنونم قربان. اینقدر قربان قربان نکن قربان، برم ما با هم دوستی رفیقی. بله رفیقی، چکر شما رفیقی. مثل که اینجا خوش چکرم. چرا عزیزم مهمونمونو نمیبری اون طرف؟ نبرش اون طرف، بذار اون طرف. باشه باشه نشون بریم اون طرف. چه منظره زیبای ما نگاه کنم. مای خواب میبینم یا بیدارم. من و خونه شما بابا تو انقدر مهربونی. کاش میتونستم حقیقت رو برات بگم. چی گفتی؟ هیچی، با خودم بودم. آخ خیال کردم با منی. حبیب چیه؟ حبیب موسی، موسی موسی اونجا رو نگاه کن. کجا؟ حبیب و پری با هم هستن. نگاه شون کن، نگاه کن، رفتن تو اجده. گروشنم گم گرفته، گروشنم ششیده. آره آره خودشون الان بهترین موقع است، باید یه جوری بهش بگی. آره میگم که سود بده. بیا ببینم بابا چون نرفو میدی. بیا چه من نیستش. چیه؟ تور شده؟ گرم چقدر خوش شده. دلم یه گلاس مشروب میخوام. الان یه نفر صدا میکنم بیا. نه 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 قربونت برم، اگه ممکنه خودت برو بیا. خواهش میکنم. خیلی خوب خوش لعنتی ها شما ها اینجا چی کار میکنی؟ خب باز همین الان با ما بیا. برو با خود پدرت بیا مرد. برو با خود پیدا کردی پسر. چی گفتی؟ آره پیداش کردیم را. یا با جواب اونو بیا. بدش به من تا دیگه کارید نباشه. گرفتن اون 5 میلیون از حالا به بعد کار این جانبه. بی عرضه. یا نه ببینا راضی جلب کنیم شما جایی جوری کنیم. آقا جایی جوری کنیم شما ها. چرا چرا این که حقمه. بله جناب علی که تشریف بردین جهش ما هم رفتیم دنبال کد ببینیم چه خاکی به سرش شد. خانه حضرت آقا امشب به این مهمونی نمیرفتن نمیشد. نه نه اینکه خیلی گذاشتین. را بیافت بریم سراغ کت. بله خب حالا کجا هست؟ دسته یه یارو. دست اون چی کار میکنه؟ بعد از اینکه اون یارو خواننده کشته شد کت دست به دست گشته تا رسیده به یه دونه هیپی. هیپی؟ آره هیپی زی پی جی پی یه دونه جون بکنی را بیافتی دیگه. باشو بریم باشو بریم باشو بریم باشو بریم باشو آره جلو برو. حالا این هیپی کجا هست؟ چه میدونم؟ چی چی والا هپروت؟ چی چی؟ چی چی هپروت؟ استیوال هپروت خره را بیا. آها همینی که این گفت خره را بیا بفرما. Yeah.
پات اومدم. دارم خون برو. موسیو جون، موسیو من هر دست گرفتاری داشت موسیو جون مرگ ماهره بره بره کن. خب آقایون، پس شما قولتون رو شکستی نه؟ بله قربا. یادتون رفت که قرار گذاشتیم دیگه این طرفا پیداتون نشه؟ بله قربا. قاعدتا شما هم باید مثل بقیه بازداشت بشین. بله قربا. خب کار بدی کردیم، باز بریم زندو. با این حال چون من میدونم که شما جزء اونا نیستید، کاری با تون ندارم. اما قربان، قربان ما نمیخواییم. ببینید جناب سرفان، بیاین یه لطفی بکنین و ما رو بازداشت کنیم. بله، بازداشت کنم. والا خب زندون بیشتر به ما خوش میگذره. چی؟ نکنه زده به کلتون؟ نه قربان، والا راستش ما تو زندون یه رفیقی داریم که میخواییم تنها نباشه. بله، شما محبت بفرمایین و ما رو... بسته دیگه بسته، من کسی رو بیگناه بازداشت نمی کنم، بفرمید بیرون. آقای جناب سروان، به جون شما لازمه که ما بریم زندون، وگرنه تنبیه نمیشیم. مگه نه؟ گفتم بفرمید بیرون. ولی آخه این حرف مرخصین. مرخصین با اجازه جناب. چشم جناب سروان، با اجازه. بفرمایید تو خانم. ممنون. معلوم میشه شما باید تنبیه بشین. این تنبیه ها بیا که نه تمت کرا باکیه مردو شده این تنبیه نه بله با مردوتی همه شاید مردو با بیارمون بدنه ها به چه ازدمان بیار دارم. حال تو برم شد ای با میگم که چیده اینه حالا چطوری اونجا برامن ها بگرم آقای گفت آبو بوی قربان شما این داره میره من رفتم اونجور چی شد این اومد بیرون من این تکار تکار من خواهم رو زیاد بدم من بخواهم رو زیاد بدم من بخواهم رو زیاد بدم من تا بیام به تو بفرمونم کی به چیه خودم خیلی کنم برم کنم برم Thank you.
نزدیک بود همه چی خراب بشه. با ضمانت آزاد شدم. فردا بعد از ظهر حرکت میکنم. باید همه چی مرتب بشه. از کجا را میفتی؟ از همینجا خارج از شهرم تحویل میدیم. حرام داره که رضایت ندادی؟ بابا خودتون گفتین که رضایت ندادم و این نگفتین؟ اون موقع که گفت بسن تو مخه نه که باید بدن تو چونی باید بدن تو رو خدا رو ندی؟ خب عوضش منم رد پای یار رو پیدا کردم. دیگه لازم نکرده کاری واسه ما بکنی. آه تقصیر منه که یه زحمت واسه شما کشیدم. آره تو بمیره خیلی زحمت کشیده. خواب حالا کت کجا؟ بیاین برین سراغ کت تا بهتون بگم کجا. ما داریم ماشین مورد نظر رو تعقیب میکنیم، ولی یه ماشین دیگه هم داره اون رو تعقیب میکنه. ماشین دوم سه نفر سرنشین داره. تصور میکنم قصد همکاری با پلیس رو داشته باشم. با این حال ما به تعقیب ادامه میدیم. اگه خبری شد اطلاع میدیم. گزارش تمام. اون کته اون کته چیه دیگه؟ دارو بیار ببینید. Para ver con fuera, no más, con fuera, 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 con f
بیا بورودی که تو کار کن برای خوش تا از مرکز به ما اطلاع دادن که این افراد حامل مواد مخدر. اگه همکاری شما از شما متشکرم. حالا که همه شما را برسم همون بوده اختیار داری خواهش قربون شما اجازه بفرمایید ما دیگه موقت میشه بده کنه. اینجا حاضره. ببین ما من رژیم داریم پیاده روی کنیم همون خود ما خرید بده. اجازه بفرمایید قربان. خیلی میبخشید ما سه نفری یک کمیسیون داریم انجام میدیم. کمیسیون جنرالی باید انجام بشه قربون شما. در کوتوله بده. ببینیم توش هست یا نه. میبخشید ما میبخشید. تو وقت آخر کوتوله. آسان خیلی. درش تو قربون خودت چیزی آره خودت شروع کن خب حالا باید به همه خبر بدیم که فردا خونه‌شون از گرو آزاد میشه و بده کاریو شروع کن خودش خود میگم قربونت برم خدا الهی نوکرت بشم من باید برم پپرجونامو ببینم چی بی ارزه دست و پا چلوپتی 5 میلیون پول رو حواس تو نمیتونی دست راست کنی بگیری آخه این چند روزه چه غلطی کردی مهمونی دادی اونش رفتی تو خیابون دیدیش بازم نتونستی کاری انجام بدی واقعا چه حیف نو شما نباید با پری اینطوری حرف بزنید حتما علتی داشته که سال موفق نشده ببین عزیزم پدرت لبه پرتگاه قرار گرفته فقط این پول میتونه اونو نجات بده بذارین یه چیزی رو بهتون بگم راستش من دلم نمیاد حبیب و فرید بدم اون خیلی احمقه ضمناً عاشق تو هم هست یعنی اگه احمق نبود که عاشق تو بی ارزه نمیشد متشکرم پدر خواهش میکنم فرید تمنا میکنم تقاضا میکنم به خاطر من این کارا بکن به خاطر پدره خیلی پس انجام میکنم ممنونم راستی اینم بگم که امروز حبیب رفته چک 5 میلیون تومانی رو گرفته میریم بله سلام آقای مهندس حشمت الله خان چه عجب چرا دیشب نیومدی میخوای بیام اونجا جلوی اون نامزدت آبروتو ببرم نه آقای مهندس یه گرفتاری برام پیش اومد میدونم با پری خانمت رفته بودی گردش حیف که پای پول در میونه اما میدونی احمق جون میترسم عوض تو اون کیوان ناجنس سر تو رو کلا بذاره نتونی یک قرون از چنگش دراری آخرش هم دختر ترشیدهشو ببنده بره مطمئن باشین آقای حشمت الله خان من پی اون ساختمون رو محکم کار گذاشتم بسیار خوب بسیار خوب میبینم اتون خدا حافظ من سند خوشبختیمون رو دارم حالا هر چی بخوای از شیر و مرغ گرفته تا جون آدمیزاد واسه فراهم میکنم فقط لب تر کن یادم پری چند روز پیش تو خونمون از آرزوام حرف میزنم میگفتم دلم میخواد زیر پاسو با جواهر فرش بکنم بهترین چیزای دنیا رو مصرف بخرم الان دیگه میتونم این کارا بکنم بگو ببینم تو خوشحال نیستی پری پرسیدم خوشحال نیستی نه چرا خوشحال نیستی برای اینکه ازت خوشم نمیاد اما تو همیشه گوش کن حبیب گوش کن پری من این موضوع رو تا حالا واسط نگفته بودم روزی که بلیت من برنده شد همون روز گمش کردم چی؟ آره بلیتمو گم کردم قصه دار شدم اما نه برای پول
برای اینکه میخواستم اون پولو به پای تو بریزم. بالاخره انقدر دویدم تا بلیتو دو مرتبه زده کردم. ولی حالا تو میگی بس دیگه حبیب. یه مرتبه بهت گفتم من از تو خوشم نمیاد، یعنی نه تنها خوشم نمیاد بلکه از تو بدم هم میاد، از تو متنفرم. دیگه چی از من میخوای؟ برو دنبال کار خودی، برو با یه دختر دیگه ازدواج کن تا خوشبخت بشی. ولی من تو رو میخوام. من تو رو نمیخوام، نمیخوام، نه نمیخوام، نمیخوام. دل با پسی گشتیم سکته میکرده. آخه بی خبر کجا رفته بودی؟ ببینم از موه دهنش معلومه کجا بوده. با دل از حلقمون داشت در میومد آقا نشین بردن عشق زرش. خب میخواستی به ما بگی، هزار جور فکر کردیم، گاهی گفتی ممکنه برای پو. چی شده حبیب؟ پریه؟ من خب معلومه، حتما حالا که فهمیده نمیخوای بهش پولو بدی آب پاکی رو ریخته رو دستت ها. ولی من میخواستم بدم، حاضر بودم همه رو به پاش بریزم، اون قبول نکرد. چی داری میگی؟ یادت رفته به اون بدهکارای بدبخت چه قولی دادی؟ فردا آخرین روز مهلتشونه، اگه بدهیشونو به کیوان ندن بهت میدونی که چی میشه. فرد قرار جشن بگیرن و منتظر باشن تا قهرمانشون از راه برسه و نجاتشون بده. اطور خدا بسته دیگه، نمیخوام این حرفا رو بشنفم. آره تو باید به حرفای من گوش بدی حبیب، درست گوش کن ببین چی میگم. تو دیگه حق نداری با پریو یقم رو برکن. اونا برای این پول نقشه کشیدن پسر. یقم رو برکن.
من هر کاری دلم بخواد میکنم. بابا مفهم بلش کنم. باشه بابا جون، بالاخره همه چی درست میشه. دستمون میره. ها خدا چی بابا محسن اومد. چرا اینقدر دیر کردی؟ پس حبیب کجاست؟ دیگه نمیاد. یعنی آره اون قولش زیر پا گذاشت. رفیقمون پولش رو گرفت؟ نه هنو چکش تو جیبش. دیگه برای ما فرق نمی کنه. چیه؟ من یه خاک مرده رو تو پاشیدم. بشینین بشین تا براتون چای بیارم. کارو نکن حبیب، بکه میدونی چشم امید یه عده‌ای به توه. من کاری نمیخوام بکنم. پس بلیتو برای چی بر میداری؟ قرار بود پولشو برای همه علیامون بگیری. گوش کن منصور، من میخوام یه دفعه دیگه شانسم رو امتحان کنم. میخوام با این پولا برم پیش پری، شاید نظرش عوض شد. اون وقت اون به چه درد تو میخوره؟ کسی که برای پول این حرفا دیگه به تو نیومده. من رفتم. حبیب سلام علیکم. سلام علیکم جناب. میگم چی؟ راه کجا رفت؟ همین الان برداشت رو رفت. آها. آها. میدونی آقای حبیب الله خان، من برای اینکه به شما خدمتی کرده باشم اصرار دارم این قرارداد رو امضا کنید. وگرنه خودتون چه میدونید شرکت ما به این چند میلیون تومان جناب علی اصلا احتیاجی نداره. پس شما میخواید به من خدمت بکنید؟ مسلمه. وقتی در مقابل فقط 5 میلیون ما 10% درآمد این شرکت رو به شما واگذار میکنیم، این واقعا خودش خدمت بزرگیه. مگه نه؟ بله بله. بله بله. تازه اگه شما نخواین خیلی کسا هستن که با منت قبول میکنن. البته. حالا لطفا امضا بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم. مطمئنن چکم خدمتتون هست. بله امضا کنین. انشالله مبارکه. بفرمایید امضا کنین. امضا کنید خواهش میکنم. امضا کن جناب امضا کن. چیز مهمی نیست امضا کنید. آره جان. بیا این قلم. یه امضای همچین قشنگ فرمه. بله امضا کنین امضا کنین. امضا کن جناب. امضا کن دیگه. امضا کن. مردد نباش. عجله کنین. در کار خیر باید عجله کرد. عبیب ساب کن. چی کار داری میکنی پسر؟ گمون نمی کنم به تو ارتباطی داشته باشه. از اینجا برو بیرون. از اینجا برم بیرون که سر این بار کلا بذاری نره؟ میری یا به زور بندازمت بیرون؟ اگه میتونی لطفا این کارو بکن. خب بکن تا که نارا دستمو شکر. ولش کن احمق، تو دیگه تو این شرکت سمتی نداری، اخراجی. من قبلا خودمو اخراج کردم، تو هم همونجا بمون. اگه تکون بخوری دستتو میشکنم. آقای حبیب الله خان، شما به این لاتبازی ها نگاه نکن، امضا بکن. نه حبیب، تو نباید این کارو بکنی. امضا کن عزیزم. عزیزم؟ یادت رفته چند روز پیش تو شرکت باهاش چه معامله‌ای کردی؟ چه جوری مثل قاب دستمال انداختیش بیرون؟ خدا کنه که اولا تو یادت نرفته باشه. به این حرفا توجه نداشته باش عزیزم. امضا کن. راست میگه پسر، امضا کن. گوش کن حبیب جون،
به خاطر خدا یه کمی فکر کن. مگه یادت نیست تو نذر کردی با خدای خودت عهد بستی که اگه برنده شدی باری رو دوش مردم محتاج برداری؟ به اون آدمای بی‌نوایی که دارن با دوز کرک خونه‌هاشون از چنگشون در میرن قول دادی کمک کنی. اونا الان تمام امیدشون به توی منتظرتن. اگه تو بخوای من حتی حاضرم دستتو ماچ کنم، رو پاهات بیافتم، بهت التماس کنم که یه خودم به فکر اونا باشی. بس دیگه، این روزه رو تمومش کن. جناب آقای حبیب الله خان تصمیم خودشونو گرفتن و الانم سند رو امضا میکنن. بفرمایید قربان. نه اون امضا نمیکنه. مگه نه حبیب؟ بهشون بگو که امضا نمیکنی. امضا کن عزیزم. نه غیر ممکنه امضا کنه. امضا بفرمایید. نه امضا. نه یه دقیقه صبر کنین. آخه منم آدمم، میخوام خودم تصمیم بگیرم. شما همش دو نفری خودتون میبارین و میدوزین. یکی میگه امضا کن، یکی میگه امضا نکن. اما نمیپرسین من چی دلم میخواد. من تو رو میخوام پری. دلم میخواد تو مال من باشی. منم جونم رو فدای تو کنم. پول که ارزشی نداره. تو فقط یه اشاره بکن. البته البته پری هم باید افتخار کنه که شوهری مثل شما داشته باشه. منم با کمال میل رضایت دارم. تو اگه بخوای من تمام این پولا تو رودخونه میریزم. صبر کن ببینم. تو با یه اشاره اون حاضری 5 میلیون تومن تو رودخونه بریزی؟ تو مگه عقلت رو از دست دادی؟ نه یا خما ول کن. من هر کاری دلم بخواد میکنم، به تو هم هیچ مربوط نیست. تو برودخونه بی همه چیز. دیگه رفاقتی بکن. بهش بگو دخترم، بهش بگو به اون تعلق داری، بهش بگو از اول فقط اونو دوست داشتی، اصلا عاشقش بودی، حالا ما چمال میل حاضری باش ازدواج کنی. بهش بگو. تو موافقی پدر؟ نه خب معلومه، افتخارم میکنم. اگه فکر منو میکنی از نظر منم اشکالی نداره. حاضرم فداکاری کنم و خودم رو کنار بکشم تا تو با آقای حبیب الله خان ازدواج کنی. مبارکتون باشه. بفرمین امضا کنیم. بفرمین باش کنم. دیگه غلطی بکن احمق، اون دهن لعنتی تو باز کن و حرف بزن. ازت متنفرم پدر، متنفرم. حیف که پدرم هستی، وگرنه تو صورت توف میدم. اما نه، باید به صورت این نامرد توف کرد. و اما تو، متاسفم که یه همچی پول گزافی نصیب آدمی مثل تو شده. آدمی که نمیدونه پولو کجا و برای کی باید خرج کنی. من که میخواستم این پولو بسه بسنی که میخواستم بهت بگم این نبود. چون پول مال توی، هر طوری بخوای میتونی خرج کنی. حتی به قول خودت میتونی تو رودخونه بریزی، میتونی نابودش کنی. اما موضوع مهمی که باید بدونی اینه که عشق خرید و فروشی نیست. قلب رو باید با محبت و انسانیت به دست آورد، نه با پول. فهمیدی؟ نه با پول. ببین پری، صبر کن، میخوام باهات حرف بزنم. کجا تشریف میبرین حبیب الله خان؟ باعث این سند رو امضا کنین. کجا میری احمق بیشو؟ نباید بذاری ما چنگمون بره، مخصوصا که الان چکم همراشه. یعنی میگی چی کار کنیم؟ چکو به زور ازش میگیریم، بعدم به زور وادارش میکنیم سند رو امضا کنه. مگه کشتیاتون غرق شده؟ آخه ناسلامتی شما همه تو مردین، سالمی، زور تو بازوتونه، میتونین کار بکنین و پول در بیارین. اینقدر زندگی رو با خودتون سخت نگیرین. من همین الان سندم رو برمیدارم میارم تا بریم پیش کیوان تکلیفمون رو روشن بکنیم. بالاخره خودم باید به این کار برسم. ناز نشستم مردم دیگه. صبر کنید، دیگه احتیاجی به این کار نیست. این پول هرچی بده کاره بیاد ورداره، بیشترم ورداره.
برین همه خونه هاتون آزاد کنین، همه هر چیزی کم و کس دارین بخرین، بیان بردارین بردارین. این پولا مال شما هست، این مال شما هست، مال همه تونه بردارین، هر کی میخوایی بردارین، همش مال شما هست. میتونه بری از مردم بگیری. خیلی خوب. اصل کار اونه. اختیار همیشه رو وزیر شما بود قدرت کن. ما هم کاش کنم. داشم. من ماش مو میام قدرت ما آدم از این واسه چی رو بازه. بابا. 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 برو چرا دلش در بیار، خیلی ازت دلخوره، خیلی دلخوره، برو دیگه. و تو چی؟ من اینچه دستم بنده بسا برو گرمون تو رو برم گرمون تو چه که؟ ما بابا بسا پرین